درباره پیدایش هستی به طور کلی دو تئوری هست. تئوری خلق و سایه که معتقد پدیده‌های جهان ربطی به هم ندارن و تغییری هم نمی‌کنن. اونها یا ناگهانی توسط خدا یا به طور خود به خودی ایجاد شدن. مثلا نهنگ و عقاب و انسان و کوه و درخت هیچ ربطی به هم ندارن و جدا جدا آفریده شدن. کلیسای قرون وسطا و بیشتر آخوندها طرفدار همین نظریه‌اند. در مقابل تئوری تکامل که معتقد تمامی پدیده‌های هستی ریشه مشترک دارند و به مرور به هم تبدیل شدن و تکامل پیدا کردند. بخشی از این تئوری اولین بار توسط داروین مطرح و بعدها تکمیل شد و به اثبات رسید که همه هستی حدود 15 میلیارد سال قبل در اثر یک انفجار عظیم به اسم بیگ بنگ به وجود اومده. در ابتدا جهان ابری از ساده ترین عنصر یعنی هیدروژن بوده. طی میلیاردها سال کهکشانها و ستارگان و زمین به وجود اومدن. حدود 500 میلیون سال قبل حیات در برخی برکه های راکد زمین شروع شد. اول تک سلولی ها و بعد چند سلولی ها. سپس کرم ها و موجودات ساده دریایی و گیاهان و حشرات و جانوران و در نهایت اولین نوع انسان ها حدود 3 میلیون سال قبل و حدود 100 هزار سال پیش انسان خردمند پا به عرصه وجود گذاشت. حدود 10 هزار سال پیش تکامل اجتماعی با زندگی اشتراکی آغاز شد. از حدود 4 تا 6 هزار سال پیش مالکیت خصوصی و بردهداری رایج شد. حدود 1500 سال قبل دوران فئودالی آغاز شد و مرحله سرمایه‌داری فقط 300 ساله که پدیدار شده. تکامل اساسی ترین اصل حاکم بر جهانه. طبق قواعد تکامل جهان حرکتی پیچیده شونده، شتابدار، جهتدار و منطبق شونده داره. تکامل بشر معنای دیگه حرکت به سمت آزادی و رهایی از بندهای اسارته. پس وقتی جهان هدف داره و با شتاب به سمت مقصدی متکامل حرکت میکنه، سکوت در برابر نظامهای دیکتاتوری ضد تکامله و مبارزه برای آزادی همسویی با جریان تکامل و ماندگاره. گر بدین سان زیست باید پاک، من چه ناپاکم اگر ننشانم از ایمان خود چون کوه، یادگاری جاودانه بر تراز بیبقای خاک.